من رو نگاه کن، برو برو کنارش وایسا. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما انتخابات فردا شرکت میکنید؟ شما شرکت؟ بله. آقا شما ساکن جزیره کیش هستید؟ بله. انتخابات فردا شرکت میکنید؟ حتما 100%. چرا؟ خب نمیخوام کسای دیگه با رأی دادن سلیقه‌های خودشون رو تحمیل کنن به ما، چون میخوام ضربه‌ای بزنم به دهن دشمن که فکر نکنم ما پای صندوق‌های رأی نمیریم. بله دیگه، با شرکت کنیم. نه یه بار دیگه پشیمون شدیم، برای عقل پشتمون بس. خب تو فردا شرکت میکنی؟ 100% شرکت میکنم. چرا؟ برای اینکه سرنوشت کشورمه، چرا شرکت نکنم؟ شرکت که دیگه جز واجبات دیگه، سرنوشت مردم ایرانه. مگه به رأی من این و اونه؟ اون کسی که میخواد بشه شده، مطمئن باشین. بله. خب چرا؟ نمیدونم. برای اینکه فکر میکنم که نباید شرکت کرد. وقتی که تمام اینایی که انتخاب شدن، هر کدومشون به نوعی دارن مردم اذیت میکنن یا به قول من خوب کار نکردن. من الان فکر نمیکنم مثلا کسی باید شرکت کنه. من خودم که شرکت نمیکنم، فکر میکنم کسی هم نباید شرکت کنه. حالا دیگه نظر شخصی هر کسیه. انتخابات فردا شرکت میکنید؟ بله. و فکر میکنید چقدر رأی موثره؟ 100%. 100%. من تا حالا رأی ندادم، ولی امسال میخوام بدم. تا حالا اصلا رأی ندادم. مطابق اصل قانون اساسی، مشارکت سیاسی حق مردم ایرانه. منم به عنوان احدی از در واقع افرادی که در این کشور زندگی میکنم، از حق خودم باید استفاده کنم. شما انتخابات فردا شرکت میکنید؟ بله. چرا؟ فکر میکنم شاید نظر مهم باشه، تو سرنوشتم تاثیرگذار باشه. فکر میکنی رأی چقدر موثره؟ موثره دیگه، به اندازه خودم. تا حالات رأی ندادم، این آخرین باری دارم رأی میدم. به خاطر اینکه سرنوشت کشورم رو میخوام تعیین کنم، افرادی که واقعا لایق هستن بیان سر کار. 100% دوست دارم رأی بدم. وظیفه‌مون هست به عنوان یه ایرانی رأی بدیم، چون در سرنوشتمون خیلی موثره. چقدر فکر میکنید موثره؟ بسیار موثره، برای هر یک رأی خیلی ارزشمنده. خب نقشش خیلی زیاده، چون منم مثل یه قطره میمونم در دریا. قطعا رأی من و شماست که تعیین کننده انتخاباته. میدونی یه عده دوست دارن رأی بدن، یه عده فکر میکنن که باز همون آش و همون کاسه است. متاسفانه یه سری حرفایی که شده بود عمل نشد. مطمئن باشین از قبل همه چی انتخاب شده بوده، نظر ما هیچ تأثیری روش نداره. برای اینکه خارجی دشمن بدونه که ما همیشه پشتبان مملکتمون هستیم و میهنمون. فکر میکنید رأیتون چقدر موثره؟ خیلی موثره. رأی من و دیگران جمع میشه، خیلی میشه. منم جزء جامعه ام، منم عقیده دارم، فکر دارم، ذهن دارم، باید تصمیم بگیرم نسبت به کشورم، نسبت به مردم کشورم، نسبت به آیندگان. نمیتونم بی تفاوت باشم. والا انتخاب میخوام بکنم، چون تا قبل مناظره من قصد نداشتم، ولی الان دوست دارم انتخاب کنم. من الان 2-3 سال شرکت نکردم، الان هم تصمیمی ندارم که شرکت کنم. 100%. خب هر ایرانی وظیفه‌شه که تو انتخابات کشور شرکت کنه، چه ایرانی باشه چه مال هر کشور. خب رأی که آدم میتونه ازش استفاده بکنه، این حق رو از خودش گرفته، پس نمیتونه هیچ نظری توی سرنوشت کشورش بده. انتخابات مجبوریم شرکت کنیم. مجبوری یا میخوای شرکت کنیم؟ تقریبا یه جوری مجبور. یعنی دوست نداری خودت شرکت کنیم؟ نمیشه گفت. چرا؟ چون از نظر شغلی تو مزیقه هستم، واقعیت رو بهت بگم. مجبورم شرکت کنم واسه آینده‌ام. شاید در کنار این انتخاباتی که انجام میدم، شاید هم یه شغلی در کنارش واسه من. یعنی فکر می‌کنی اون آدمی که انتخاب میشه ممکنه بتونه بهت کمکی بکنه؟ آره. نه، می‌خوای اسمت رو؟ نه، احتمال داره بتونه کمک کنه. ولی خب انتخابات قبلی که انجام دادیم کاری واسه ما انجام ندادن. می‌دونی کیا کاندید؟ به خاطر بیانات مقام و معظم رهبری، وظیفه هر ایرانی است که پای صندوق رأی بیاد، سرکوب کردن دشمنان جمهوری اسلامی ایران که انشاءالله سرکوب بشن، چشم دشمنان کور بشه،
چون که به خاطر انقلابمون، به خاطر شخصی چیز باشه، کار واسه با کسی، برای کسی رای میدیم که واسه ما کارگریم، برای اینکه جوونا، برای جوونا کمک کنه تو کارشون، تو ازدواجشون، به خاطر این. طبیعی که رای نشونه آزادی یکی از کشورها و کشورهای دنیا هستش. من برای این، اگر من رای میدم، نشانه رشد منه، نشانه رشد هموطنانمه، سرنوشت خودشون رو میخوان، خودشون تعیین کنن. تصمیم نداشتم بدم، ولی الان تصمیم گرفتم که رای بدم، به خاطر اینکه تو سرنوشت مملکت خیلی موثره. رای میدیم تا به همه ملت بگیم که ما با هم خواهر برادریم. اونچه که در این سرزمین میگذره برای من اهمیت داره، اومدم تا تعیین سرنوشت این مملکت رو به نوبه خودم رقم بزنم. امسال بعد فکر کنم که بعد چند سال اولین باره، نمیدونم، یکم بیشتر به خاطر دوستام اومدم. خاطر دوستام؟ آره. نه به خاطر خودتون؟ نه. چرا؟ خب دیگه هر کی دلیلی داره، من خیلی دوست ندارم رأی بدم، ولی خب اطرافیانم خواستم، منم به خاطرشون اومدم. رأی میدهین از خود سرزمین ایرانمون، دینمون و قرآنمون، رهبرمون. چون که این همه جمعیتی که میان رای میدن پای صندوق رای، جوابگو آقایون باشن، اصلا ناامید نباشن، فردا جوانا بیکار نباشن. نظر مردم فکر میکنم برای مسئولین مهم نیست. حتما توی انتخابات شرکت میکنم، چون اگر فردای مملکتم یا به خوبی یا به بدی پیش رفت، حداقل بگم که یک تاثیر کوچیکی من گذاشتم با رای دادنم به کشورم. رایم تاثیری نداره، ما هر چی بگیم خب اونا یه کار دیگه میکنن، نه فقط همدیگر رو میزنن، همدیگر رو میکوبن. اگر رای باید موثر باشه تو تمام جامعه ها، تو اگه دموکراسی باشه، آزاده باشه، رأی هر فرد تشخیص میکنه اون که میخواد انتخاب بشه. چون بخواد اینکه شرعی دینی مسئولیم که رأی بدیم. بله بله شرکت میکنیم. چرا؟ دیگه تو رأی میدهیم بیش. بله صد درصد. میکنی رأی چقدر موثر؟ خیلی. انشالله. به خاطر کشورم، به خاطر دینم، به خاطر رهبرم. فکر میکنی موثره رای؟ بله، یکی یکی، اندک اندک جمع گردنگی دریا شوه. سه در تب خانم هستیم، باید همیشه تو صحنه باشیم، کشورمون رو تنها نذاریم. به نظر من باید هر شخص ایرانی که در مقابل آینده خودش و بچه هاش احساس مسئولیت میکنه تو انتخابات شرکت کنه. به خاطر میهنم ایران شرکت میکنه. چقدر رأیت نقش داره؟ خب مسلما نقش داره دیگه، همه اگر شرکت کنن 100% نقش داره دیگه. خیلی رأی میدید؟ با تمام قدرت میریم این رأی رو میدیم به اون کسی که واقعا میخواد توی سرنوشت این جزیره و مملکتمون پا پیش بذاره، که واقعا اون خدماتی خودش داره بیاره رو کنه. امکان داره مثلا فرض این شخصی که ما رأی میدیم امکان داره یه دونه کم داشته، همه یه دونه باعث بشه که برنده بشه. من معتقدم اگر ما هر کدوم فکر کنیم که رأی ما تأثیر نداره، پس در جمع هم میلیون ها نفر هم بی‌تأثیر میشه. ولی امروز می‌بینیم یک رأی هم تعیین کننده است. بله حقیقتا 100%. برای اینکه نگران سرنوشت میهن کشور ایرانم. خب به خاطر اینکه هم وظیفه‌مونه، هم اگر شرکت نکنیم اون بلایی که 8 سال پیش سرمون اومد الان دوباره سرمون میاد، به اندازه شاید 20 سال دیگه عقب بیفتیم. هنوز سنم به سن قانونی نرسیده برای انتخابات. پس الان چه کار می‌کنید؟ تبلیغات برای رأی دادن. چرا؟ چون که باید کشور نجات پیدا کنه. فکر می‌کنی چجوری؟ با رأی مردم قطعا. برای که از کل دموکراسی من یک دونه حق رأی دارم توی این مملکت، اونم دوست دارم برم ازش نهایت استفاده رو در بهترین
راه و روش استفاده میکنه. متاسفانه میدونم باز خودشون اونی که انتخاب کردن رو میذارن سر کار و این یه میتینگه که مردم بگن اینا بگن که ما اینا مردمی که اومدن پای صندوق های رأی دارن از ما حمایت میکنن، اینا طرفدارای ما، در صورتی که اینجوری نیست. رأی میدن به خاطر بچه‌هامون مدرسه برن، دانشگاه برن، بتونن کمک مثلا رئیس جمهور کمک کنه برای دانشگاه، برای مثلا ساخت و ساز بچه‌ها که مثلا میخوان ازدواج کنن کمکشون کنن، اینا برای دانشگاه، برای بیمارستانا حداقل برای مردم ارزون بکنن، وضعیتشون ارزون باشه، همه چی ارزون باشه که مردم راحت باشن، هم جوان هم، هم دختر هم پسر هم اینطوری هم. نظر من وقتی میبینیم که اینجوری اون چیز گفته هاشون به عمل کردشون نمیخوره، خب مسلمن یه مقدار آدم سرد میشه واقعا رای بده یا نده، چه کار باید بکنه. خواهیم شما تو انتخاباتی که در پیش رو داریم شرکت میکنیم؟ بله. چرا؟ چون وظیفه شهریمه شرکت کنم. من واقعا این عقیده رو دارم که به هیچ عنوان رأی ما هیچ تأثیری نداره و اگر داشت اون همه آدمایی که ما می‌شناسیم این همه رأی های مثبت دادن بچه اون آدم ها انتخاب نشدن، اون کسایی که ما همیشه می‌دونستیم اصلا هن ولی انتخاب نشدن. روحانی. چرا؟ دوست داشتم باز برای مملکت هم بازم مشترک باید کرده. عزیزانی هم جان عزیزشون را فدای این کشور کردن برای این که ما در کشور دموکراسی داشته باشیم.